کنی زیادی به عمل آمد تا آمونی را که نظر به تجارب به شکلهای مختلف مانع رسیدن به چنین خلطی میشد سدی این از بین برداریم و مخصوصا در مملکت امنیت قابل اعتبار قائم سازیم که تحول مثبت اقتصادی و اجتماعی را به صورت سالم اجازه دهد و مثل جوان احساس مسئولیت بخشد و از مشروعهای ارتجاعی جلوگیری کند. پس از سه مراحل دیگر علت سراخ نداشتم که در وطن ما صفحه جدیدی به غرض رسیدن به هدفها باز بگردد. من برای سعادت آینده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن و خدمت و اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده سرداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی تأمین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که نباید به دو اصل حق ظاهر یا پوشیده خلل وارد شد. این آرزوی مقدس بود که مراودا ساخت 10 سال قبل. من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضورشان پیش و تصدیق آن را برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کرد. آن آرزوی مقدس چرا با این بیسر سامانی مملکت منجر گردید و چرا آن رفقای ضعیف و نفس از اصل هدف شهید سردار محمد داوود در سال 1286 در ماه سرطان در کابل تولد و تحصیلات خود را در لیسه حبیبیه و بعد در سال 1300 در پاریس سپری نمود. زمانی که به وطن برگشت در سال 1310 در تعلیمگاه عسکری شامل گردید. بعد از فراغت در سال 1311 و رتبه سرقمش داخل اردو گردید و در سال 1312 به حیث قمانده عسکری ولایت ننگرهار مقرر گردید و سال 1314 به حیث نایب الحکومه و قمانده عسکری قندهار و در سال 1317 به حیث رئیس تنظیمیه و قمانده قل اردوی ننگرهار تعیین گردید. در سال 1318 به حیث قماندان حدی شانزی و قماندان قل اردوی کابل و بعد در سال 1326 به حیث سفیر در بروکسل و پاریس مقرر گردید. سردار محمد داود خان در سال 1326 به حیث وزیر حربیه، در سال 1332 به حیث صدر اعظم و در سال 1352 به حیث رئیس دولت و صدر اعظم و در سال 1356 از طرف نوی جدت به حیث رئیس جمهور انتخاب گردید و در سال 1357 به تاریخ 7 ثور در نیمه شب از طرف گماشتگان بیگانه و شهادت رسانیده شد و تمام فامیل وی در قصر گلخانه جام شهادت را نوشیدند. شهید سردار محمد داوود خان به هیواد در خلواقی دنه پندرسن این تاریخ پرناسبت به یو بینا پتنسی ویلی بود. موز اوز قداسی یو وقتی جون که وچه شرایطی لدیر وقت سر زیاد توفید نری. قدی وقتی چکور فرمستهی هیوادونه لزیاد اسکود سر مخامس دید او واری دیر جر اگر تشه چه لدگر پلوه لدوی او فرمخزل هیوادونه خرمند پشته کمندید. موز هم ناچاره یوچه به ضرورت و حکم تفقه زیاد کل زندو طولنیز و مسئولیت مزرفاو گسازید. به تمدن لقابلی سر یو جام شو او به هیواد ده آبادی او ده وقت او زمانی لبستون سر هم به یو کل زندان پناره چکک روان شد. از شهید سردار محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان یگانه دختر و فرزندش یگانه یادگارش درخانه نور از اعضای خانوادهش حضور دارند در جمع اعضای خانوادهش که ابراز تسلیت برایشان می نمایید. گر به شرط پا بوسی سر بماند در تنت جان ده و رد کن که سرافگندگی در کار نیست.
شهید سردار محمد داود خان پر یا 1955 سال کے رہیواد دے اقتصادی فرمسیاو فراسیال امرنے و کنن پلان دے عملی کی دول فارم را لیگر رہ پران پر چوکار کی فراسقاو پروجے لکہ دا اینکو دے مصر دے کان او دے حاجی گیک دیوست پر دے کان رائستر شامل مو همدارنګه نورې پروژې لکه د لوګر د هوایي ډګر جوړول د رفتي موادو د چړولو د ځایونو احداث د ملي ټلویزیون د پروژې عملي کول د اورګاډي د پټلۍ جوړول او په هېواد کې د درسو خدمت په کوټان د افغاني سړکونو جوړول شامل شهید سردار محمد داود خان عشق و علاقه ازش ناپدیر به ترقی و تعالی وطن و نجات مردمانش از فقر و بدبختی و جهل و نادانی داشت است که بعد از 30 سال این واقعیت از طرف مردمان حق دین و واقعیت ترست بر ملا رسیده است و رهبری با درائیت جمهوری اسلامی افغانستان که دست به این کار یا دیده است عملی است بجا و ماندگار. شهید سردار محمد داود خان اولین شخصیت برجسته ملی بودند که برای تامین منافع همگانی تمام وابستگی قومی و فامیلی را نادیده گرفت و برای اولین بار رژیم جمهوری را در تاریخ چند هزار ساله کشور به وجود آوردند. اما آنچه از همه مهمتر و مشهود بود است نجات مردم افغانستان از فلاکت و بدبختی و رسیدن آنان به کاروان تمدن و پیشرفت بود است. سردار شهید خواهانی از افغانستان پیشرفته مترقی آزاد و سربلند و مرتب بودند که برای تأمین این آرمان مقدس به هر وسیله دست میآورند. شهید سردار محمد داود خان در بیان 1955 کال در سرطان در نیاش پشپک بشتی منی ده و خبری ریوی تاریخی و ایناتی داستی و ایلی بود در طول مدت مسئولیت های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان مخصوصا طبقات معلوم و نسل جوان مملکت یک محیط مثبت و واقعی نشو نوای مادی و معنوی میسر کرد و در آن همه افراد وطن بدون تبعیض و امتیاز در راه امام و تعالی وطن خود سهم گرفته و احساس مسئولیت ما. این بود جمله که ما در اول اعلان جمهوریت به خدمت هم وطنان عزیز خود عرض کردم. من روز باز به خدمت شما عرض میکنم که این جمله که ما گفتم این از قلب بود، از ایمان بود. سردار محمد داوود با توجه به حساسیت کنش‌ها و مناسبات سیاسی با همسایه‌ها و بلاک‌های متخاصم بعدها تغییر عقیده داد و با سفرهای کاری در جهت تحکیم پیوندها و مناسبات گام‌های برداشت و در بخش سیاست کاری داخل نیز پلان‌هایی را طرح و به منصه اجرا گذاشت که هر کدام با گونه بیانگر طرح‌های اصلاحی در کشور بود که با توجه به این اقدامات دوره 5 ساله حکومت سردار محمد داود خان می توان اذهان داشت که دوره جمهوریت سردار محمد داود خان یک دوره طلایی برای افغانستان بود. در آخر 700 کودتای خونی که نتنها زندگی سردار محمد داود و اعضای خانوادهش را از آنان گرفت بلکه سرآغاز بحران تلخ در تاریخ کشور آغاز گردید که ناملایمات جنگ و خونریزی آن تا هنوز دامنگیر کشور است.